بسم الله الرحمن الرحیم. حکایت بیستم از کتاب حکایات مشرق زمین. مرد جوان و دوستیش با خرس. زمان یک خرس و یک اژدها با یک دیگر می جنگیدند. اژدها بسیار با قدرت می جنگید و چیزی نمانده بود که به خرس غلبه کند. در این موقع یک مرد جوان با آنها مقابل شد و دید که اژدها با بیرحمی به جان خرس افتاده است و او که دلش به خرس سوخته بود تصمیم گرفت به او کمک نموده و با هم اژدها را از بین ببرند. وقت خرس مرد جوان را دید از وی تقاضای کمک کرد. مرد جوان شمشیرش را گرفته با چند ضربه اژدها را از پای در آورد و خرس را از چنگ او نجات داد. خرس با خودش گفت این مرد به من خدمت نموده و مرا از مرگ حتمی نجات داده. پس من هم باید همیشه مواظب او باشم. به این منظور او به مثل سایه هر جا همراه مرد جوان می رفت. یک روز که مرد جوان بسیار خسته بود در گوشه توقف کرده و می خواست بخوابد. در این موقع یک مرد که از کنار او می گذشت پیش او آمده پرسید این خرس با تو چی نسبتی دارد که سر خود را روی زانوهایش گذاشته ای؟ جوان داستان جنگ اژدها و خرس را برای او قصه کرد و گفت که از آن روز به بعد این خرس با او دوست شده و همیشه همراهش می باشد. مرد با او گفت مگر تو عقل نداری؟ دوستی انسان همراه یک خرس چی معنا دارد؟ این حیوان را از خود دور نموده خودت را از بلا نجات بده. جوان گفت تو این را میگویی چون محبت او را در دلت نداری. ببین او چگونه از من مواظبت میکند. مرد گفت من نمیگویم که او از تو مواظبت نمیکند، بلکه میخواهم این را بگویم که او مثل انسانها احساس ندارد و دوستی او عاقبت تو را دچار بلا خواهد نمود. بیا همراه من دوستی کن تا از تو مواظبت کنم، چرا که من و تو هر دو موجود هم نوع هستیم. مرد جوان که از این حرف خوشش نیامد گفت مرا رها کرده از اینجا برو. اما مرد اصرار نمود. وظیفه من است که تو را از خطر نجات دهم. تو باید او را رها کرده با من یک جا شوی. زیرا هر قدر که من انسان بد باشم باز هم برای تو نسبت به این خرس دوست بهتری خواهم بود. بدان که دوستی تو همراه این خرس سبب نابودی تو خواهد شد. جوان گفت تو غم مرا نخور. از اینجا برو، می خواهم بخوابم. مرد گفت لطفاً از پیش این خرس برو و کنار یک انسان بخواب. اما جوان از او روی گردانده و به خواب رفت. مرد از سوی دلسوزی یک بار دیگر کوشش نموده که جوان را بفهماند. به این منظور دستش را روی شانه جوان گذاشته برایش گفت دوست خوبم، من به خاطر خودت میگویم که از این خرس دور شوی. جوان گفت از اینجا دور شو، من به نصیحت تو ضرورت ندارم. اگرچه آن مرد به هر طریق کوشش نمود تا جوان را همراه خود ببرد، مگر جوان لجباز قبول نکرد. بالاخره مرد از فهماندن جوان مایوس شده و در حالی که در راهش روان بود با خودش گفت تو خودت را نابود میکنی، اما افسوس که این را نمیفهمی. بعد از این که مرد از آنجا رفت جوان خوابید و خرس
به منظور مواظبت از وی کنارش نشست. ناگهان یک مگس بالای صورت جوان نشست و خرس مگس را با پنجهش پراند. مگس دوباره آمد و خرس هم او را دور ساخت. خلاصه خرس چندین بار مگس را دور ساخت مگر مگس جوان را رها نکرد. خرس که بسیار خشمگین شده بود یک سنگ کلان را برداشته و بالای مگس که بر صورت جوان نشسته بود انداخت. مگس و صورت جوان کاملا میده شده روی زمین پخش شدند و بالاخره دوستی آن دو به پایان رسید. دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. سوالات: چرا خرس مرد جوان را دوست داشت؟ سوال دوم: آن مرد به چه منظور جوان را نصیحت کرد؟ سوال سوم: خرس چگونه جوان را کشت؟ پایان